سلام سلام سلام، خسته نباشید به همه دوستان عزیز. به 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 به، بسیار عالی. خب خیلی خوش اومدید به سلام سلام سلام. به 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 به، بسیار عالی بسیار عالی. خب خیلی خوش اومدید به کلاس امروز. ایشالله که حالتون خوب باشه. خسته نباشیدم بهتون میگم. به هر حال روزهای آخره و خب همینطور هم که کارگاه قبلی گفتیم این کارگاه هم میگیم. به هر حال ما همچنان تا روزهای آخر کنکور هم کنارتون هستیم و امروز هم انشالله قراره یه کارگاه خیلی 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 مهم انشالله در خدمتتون باشیم. کارگاه بسیار مهم. خب سوالات آزمون سنجش 27 خرداد 1401 رو میخواییم تحلیل کنیم. رشته تجربیش، بعضی دوستان هنوز نفهمیدن چرا میخواییم رشته ریاضی رو تحلیل کنیم. سوالات رشته تجربیش مالی نبود حقیقتش، یعنی ساده بود، مثل سه مرحله قبلیش بود. سوالات رشته تجربیش خیلی نکته خاصی نداشت که بخوایم مثلا وقت بذاریم تحلیل کنیم، شما وقت بذاریم. حالا قطعا اون دوستان رشته تجربی یه بار به هر حال با پاسخنامه قطعا آزمونشون رو تحلیل کردن، ولی خب سوالات رشته ریاضیش واقعا سوالات خوبی بود. سوالات رشته ریاضیش، حالا امروز هم خودتون متوجه میشین، یعنی این چهار مرحله آزمون سنجشی که برگزار شد، هر چقدر سوالات فیزیک رشته تجربیش مزخرف بود، سوالات فیزیک رشته ریاضیش خیلی خوب بود. این که میگم خیلی خوب بود، نه اینکه مثلا چون سخت بوده بگم خوب بود، یعنی دقیقا در سطح کنکور بود، واقعا استاندارد کنکوری بود. برای همین من توصیه کردم هم بچه های تجربی و هم بچه های ریاضی هر دوتا رشته توی کارگاه امروز شرکت کنن و سوالات فیزیک رشته ریاضی آزمون سنجش رو تحلیل کنیم. ایشالله که یه کارگاه بسیار خوب و خفن ایشالله کنار هم خواهیم داشت. سوالات حل میکنم، کنار سوالات نکته میگیم، روش حلمون مرور میشه و ایشالله دیگه واسه تو مفید باشه. بعد من سعی میکنم حالا هر سوالی که دوستان یه مقدار حالا نفهمن اینا رو دوباره توضیح بدم، ولی اون دوستانی که دیگه خیلی گیرن و خیلی پرتن، سعی کنم حالا فیلم آفلاینشو بعدن توی کانالمون میذاریم، اونجا دیگه باز بعد از کلاس فیلم آفلاینش هم ببینن که مشکلی پیش نیاد انشالله. ما انشالله فیلم عرضم به حضور شما که آفلاینشو توی کانالمون قرار میدیم که الان آدرس کانالمون هم میذاریم که انشالله دوستان بتونن بعد از کلاس هم استفاده کنن. کانال فیزیکمون آدرسشو من می‌نویسم، اونایی که نیستن حتما عضو باشن. ما این روزای آخر باز یه سری اطلاعیه مهمی میذاریم، یه سری نکات مهمی میذاریم، دوستان استفاده کنن دیگه. این هم آدرس کانال فیزیکمون. خب بچه ها بریم، آماده این؟ خب من یه سری سوالات مهم آزمون سنجش رو واسه تون علامت زدم. سعی میکنم هم از فیزیک 12 حل کنیم، هم از فیزیک 11 حل کنیم، هم از فیزیک 10 حل کنیم، که یه سری مرور کامل ایشالا از مباحث کنکور کنار هم داشته باشیم. لطفا خوب تمرکز کنید، تا آخر کلاس با من همراه باشید، انرژی بالا داشته باشید، جایی که سوال میپرسم جواب بدین، که ایشالا کارگاه پر انرژی و خوب و ایشالا بریم دیگه. آره سوال مهمشو من حل میکنم، نگران نباشید. خب بریم به امید خدا. سوالات اول سینماتیک آزمون سنجش 27 خرداد 1401. تمرکز کامل، حواسا اینجا باشه، گوشیت هم بذار کنار، عوامل تحریک کننده خارجی هم از خودتون دور کنید، تمام حواستون فعلا به فیزیک و سلطانی باشه. باز بعد از کلاس میتونید به کارهای روزمرهتون برسید و سعی کنید این 10 روز آخر هم یه مقدار ارتباطتون رو با خداوند بیشتر کنید که ایشالله سر جلسه بهتر بتونید ایشالله اون چیزی که حقتونه رو برسید. این توصیه میکنم، یکم روزهای آخر
از یه سری کارها پرهیز کنید. حتما عرضم به حضور شما که خیلی ارتباطتون رو با خدا بیشتر کنید که انشالله بتونید انشالله بهترین نتیجه رو بگیرید. بچه ها پنجشنبه هفته بعد کنکور رشته ریاضی و جمعه هفته بعدم کنکور رشته تجربی. همینجوری گفتم کرم دارم، خواستم یه استرسی بهتون بدم. خب بریم سال 151. خب سال 151 ببینیم که چی میگه. چترمو بیاریم پایین خانم، بردیم بالا، فضولی نکنید. خب عرضم به حضور شما که دو متحرک آوبه به ترتیب با تندی 4 متر بر ثانیه و 6 متر بر ثانیه از فاصله معین به طرف هم شروع به حرکت میکنه. اگر یکی از دو متحرک 5 ثانیه دیرتر از دیگری شروع به حرکت کرده باشد و دو متحرک دقیقاً در وسط مسیر به هم برسند، فاصله اولیه دو متحرک چند متر بوده است؟ خب یه سوال از سرعت ثابت، سوال نسبتاً خوبیه ولی سخت نیست. دو تا متحرک داریم، این مثلا آی سرعتش 4، این بی سرعتش 6. اینجا هم فرض کن وسط مسیره، اینجا مثلا اگه این دی باشه این هم دیه. خب دقیقا وسط مسیر دوتا متحرک به هم رسیدن. فقط یه نکته ای که این سوال داره اینه که یکی از دو متحرک 5 ثانیه دیرتر از دیگری شروع به حرکت کرده و طبیعتا اگه بخوام وسط مسیر به هم برسن، یعنی مسافت های مساوی رو هر کدوم طی کنن، طبیعتا کدوم متحرک اون متحرکیه که دیرتر شروع به حرکت کرده؟ اونی که سرعتش 6 یا اونی که سرعتش 4؟ بچه‌ها اون که 5 ثانیه دیرتر شروع به حرکت کرده قطعا مال کدومی کیه؟ آفرین، مال اون که سرعت 6 دیگه. اگه بخوام مسافت مساوی رو طی بکنن، اون که سرعت 6 5 ثانیه دیرتر شروع به حرکت کرده. آره نه، اون که سرعت 6 5 ثانیه دیرتر شروع به حرکت کرده. خب مسافت مساوی رو طی کردن تا وسط مسیر، پس من میتونم بگم دلتا ایکس هاشون با هم برابره، یعنی دلتا ایکس آ با دلتا ایکس ب برابره. خب دلتا ایکس آ ویش 4، زمانش رو من تی میگیرم. دلتا ایکس بی ویش 6، زمانش رو تی منهای 5 میگیرم، چون گفتیم متحرکی که سرعت 6 5 ثانیه دیرتر شروع به حرکت کرده، پس هر تایمی که آ داره بی 5 ثانیه تایمش کمتره. خب از اینجا خیلی راحت تی به دست میاد، 4 تی مساوی میشه با 6 تی منهای سی، سی مساوی میشه با 2 تی و تی میشه چی؟ 15 ثانیه. خب این تی حواست باشه تایم چی بود؟ تایم آ بود. خب پس تایم آ شد 15، سرعتش هم 4 بوده. خب 4 15 تا میشه چقدر؟ یعنی چند متر حرکت کرده؟ 60 متر حرکت کرده. خب این 60 متر حرکت کرده، این هم 60 متر حرکت کرده، پس فاصله اولیه بین دو متحرک میشه چند متر؟ پس فاصله اولیه بین دو تا متحرک چند متر بوده؟ فاصله اولیه دو متحرک رو سوال میخواد. آفرین، پس فاصله اولیه دو تا متحرک میشه 60 به علاوه 60، 120 متر. گزینه 3 سوال خوبی بود، سخت نبود، متوسط بود. یه سوال معمولی از حرکت سرعت ثابت بازی با فرمول دلتا ایکس مساوی با وی دلتا تی. هرکس سرعت ثابت غیر از این واقعا فرمولی نداره دیگه، دلتا ایکس مساوی با وی دلتا تی تموم شده. خب اوکیه، این رابطه هم که ما نوشیم اینجور تناسبه دیگه، اگه با سرعت 4 تی ثانیه بره با سرعت 6 تی منهای 5 ثانیه رفته، تمام تی به دست میده، بهش هم کاری نداره. خب سوال خوبی بود، سوال آسونی بود، زودتر رچیم. خب اما بریم سوال شتاب ثابت ببینیم چی داده. سوال 152، مگه میشه واقعا نمودار XT تو شتاب ثابت رو ندن؟ خیلی احتمال زیاده که سوال شتاب ثابت با عنوان نمودار XT بهتون بدن. ما دقیقا دوتا کارگاه قبلی هم که تحلیل لازم قلمچی و تحلیل لازم گزینه دو داشتیم هم این تیپ سوال اومده بود یادتون باشه. آزمون سنجش هم باز نمودار XT تو شتاب ثابت داده. بسیار این تیپ معروفه که همه تون میدونی روش حل ما چیه، بدون استثناء میایم این نمودار XT رو به چی تبدیل میکنیم؟ به نمودار VT. ما با همون نمودار VT حل میکنیم. خب میخوام نمودار VT رو بکشم، اون دوستانی که یادشون رفته خوب گوش کنن، نمودار VT از رو XT میخواستی بکشی چجوری میکشیدی؟ نگاه کن به دو تا نکته باید توجه کنی. شیب اول نمودار، شیب اول نمودار میبینی شیب مثبته،
پس یعنی وی صفرمون مثبت، از یه وی صفر مثبت نمودار شروع میکنم. بعد گودی نمودار نگاه کن به سمت پایینه. وقتی گودی نمودار مکان زمان به سمت پایینه یعنی شتاب چیه؟ منفیه. پس باید شی به وی تی منفی باشه. تمام. میشه نمودار وی تی. به همین راحت. خواستی از نمودار ایکس تی وی تی بکشی، به دو تا نقطه توجه میکنی. شی به اول نمودار وقتی مثبت یعنی وی صفر مثبت. گودی نمودار وقتی به سمت پایینه یعنی شتاب منفی، پس شی به ویتی باید منفی باشه. تمام شد رفت. فهمی راحتی نمودار ویتی تو کشیدی. بعد لحظه تغییر جهت رو به داده دو، لحظه تغییر جهت تو نمودار ویتی همون جایی که از محور تی رو قطع میکنی. تمام دیگه از نمودار ایکس تی اطلاعاتی نداریم. حالا ببینیم سوال چی گفته. نمودار مکان زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت میکنه مطابق شکل زیر است. سرعت متوسط متحرک در 5 ثانیه نخست حرکت 1 متر بر ثانیه باشد، تندی متوسط در 10 ثانیه نخست چقدره؟ خب یه سال شبیه این دقیقاً تو کارگاه تحلیل آزمون گزینه دو عمل کردیم که من حتی پاسخش رو با جداگانه تو کانالم هم گذاشتم اگه یادتون باشه. من شما یه نکته خیلی خفنی داریم تو حرکت شتاب ثابت. سرعت متوسط توی بازه زمانی با سرعت لحظه وسط بازه برابره. چی گفتن؟ سرعت متوسط توی بازه زمانی با سرعت لحظه وسط بازه برابر. یعنی وقتی سرعت متوسط تو 5 ثانیه داده، سرعت متوسط تو 5 ثانیه با سرعت لحظه وسط بازه یعنی لحظه 2.5 برابره. پس سرعت لحظه 2.5 هم 1 بوده. که البته اندازه‌شو گفته. ما نمودارمون اگه نگاه کنیم لحظه 2.5 و می‌فهمیم پس سرعت چی بوده؟ منهای 1 بوده. اون خود سال اندازه‌شو داده. حواست باشه. پس سرعت لحظه 2.5 منهای 1 بوده. این نکته خیلی خفنیه بچه‌ها. که تو این تیپ سوالا میتونه کمکتون کنه. خیلی خفن الان دیگه حل میشه سال. پس یه بار دیگه من نکته رو بگم، سرعت متوسط توی بازه زمانی با سرعت لحظه وسط بازه برابره. این فهم مال حرکت شتاب ثابت. یعنی سرعت متوسط تو 5 ثانیه با سرعت لحظه وسط بازه یعنی لحظه 2.5 برابره. تمام شد. خب دیگه تو الان خیلی راحت میتونی شتاب به دست بیاری. عمودی 1، افقی چند؟ نیم. پس شتاب چند بوده؟ 2 بوده. خب ما تندی متوسط تو 10 ثانیه نخست رو می‌خوایم دیگه. تندی متوسط میشه مسافت تقسیم بر زمان. یه بار بعد مسافت این مثلث رو حساب کنیم، یه بارم بعد مسافت این مثلث رو حساب کنیم که مسافت رو برسو. خب دیگه شتاب 2 شد دیگه. تکنیک تی آتی. دو تا برم چپ چقدر میام بالا؟ 2 آ میام بالا، 2 تا 4 تا میام بالا. یا باز اینجا رو نگاه کن، 8 تا برم راست چند تا میام پایین؟ تی آتی 8 تا 16 تا میام چی؟ پایین. تمام دیگه. حالا مساحت مثلث رو میتونی حساب کنی. تندی متوسط میشه مسافت تقسیم بر زمان. زمانیت که همون 10 ثانیه، مسافت مثلث زرد میشه 1/2، ارتفاع 4 قاعده 2. مساحت مثلث سبز 1/2، ارتفاع 16 قاعده شند 8. خب میشه 64 و 4 تقسیم برده میشه 6.8 گزینه 4. تمام. خیلی خوب بود. یه لول سخت‌تر از این رو تو کارگاه چهارشنبه واسهتون حل کرده بودم. آزمون گزینه 2 بود که پاسخ اون سوال تو کانالم هم گذاشتم بچه‌ها. این همون سوال گزینه 2 و هم این سوال سنجیشی که الان واسهتون حل کردم خیلی مهمه. خیلی پیش بینی میکنم شبیهش رو تو کنکور ببینید. برید تو کانال نگاه کنید. خب حل بچه‌ها این از این. پس ما سرعت متوسط تو 5 ثانیه اول گفتیم با سرعت وسط بازه یعنی سرعت 2.5 برابره. بعد شتاب رو به دست آوردیم. تی آتی دو تا رفتیم چپ، 2 اومدیم بالا. مثلث زرد ارتفاع شد 4. مثلث سبز تی آتی 8 تا رفتیم راست، 8 تا 16 تا اومدیم پایین. بعد دیگه مساحت مثلث‌ها رو حساب کردیم، با هم جمع کردیم، مسافت به دست اومد، تقسیم بر زمان کردیم، تندی متوسط به دست اومد. بچه اوکی؟ رچیم؟
میگن 2.5 چی شد؟ گفتم نکتش رو. تو حرکت شتاب ثابت سرعت متوسط توی بازه زمانی با سرعت لحظه وسط بازه برابره. این سرعت متوسط تو 5 ثانیه اول با سرعت لحظه وسط بازه که 2.5 برابره. پس سرعت لحظه 2.5 هم 1 بوده، حتی اندازش 1 بوده. طبق این مدار ما میشه منفی 1. تمام. خب یه سوال خوشگل دیگه هنوز شتاب ثابت داریم بچه ها. سوال 153. یه سوال خوشگل دیگه از شتاب ثابت داریم. اینم بچه ها به شدت ما پیش بینی میکنیم که شبیهش تو کنکور بیاد. سوال 153. اتومبیلی که با سرعت ثابت در حال حرکت است با مشاهده مانعی ترمز میکنه. سوال ترمز که دیگه همه دوستان ما میدونن ما چقدر تو کلاس ها تاکید میکنیم سوالات ترمز رو. اگه صحبت از زمان عکس‌العمل یا زمان واکنش راننده نباشه، نمودار ویتی ترمز رو همه تو میدونی چجوری میکشیم اینجوری. خب کل زمان توقف چقدر طول کشیده؟ 4.2 ثانیه. مجموع جابجایی اتومبیل در ثانیه اول و آخر 10 متره. آها. خب یه ثانیه اول رو کار داریم با یه ثانیه آخر رو کار داریم. مجموع جابجایی این دوتا رو داده، یعنی مجموع مساحت مثلث و زوزنقه سبز رو الان بهت داده چقدر؟ 10 متر. مجموع مساحتاشون رو داده، یعنی مساحت مثلث زرد به علاوه مساحت زوزنقه سبز رو داده 10. زمان کل هم داریم 4.2. مسافت کل رو میخواد، یعنی مساحت کل مثلث بزرگه رو میخواد. خب مساحت کل مثلث بزرگ قاعده کلشو که داریم 4.2، داستان سر ارتفاع کل مثلث بزرگه. اگه من ارتفاع کل مثلث بزرگرم داشته باشم تمومه، مساحت مثلث حساب میکنم و تموم. چوری؟ خب ببینیم چیکار میکنیم. آقا من میگم مجموع مساحت مثلث زرد و زوزنقه سبز رو دارم دیگه، چیکار کنم؟ میگم نگاه کن، یکی برم چپ تی آتی، یک آمیان بالا، درسته؟ تی آتی. پس مساحت مثلث زرد رو میتونم بنویسم 1/2 ارتفاع آ قاعده 1 به علاوه. حالا مساحت زوزنقه رو چیکار کنم؟ اینجا رو داشته باش. یک و یک دو دیگه، این قطعا 2.2 بوده دیگه، درسته؟ چون کل 4.2 دیگه، دو ثانیه 2.2 میبینه. حالا باز اینجا رو چیکار کنم؟ باز میگم اگه 3.2 تا برم چپ چقدر میام بالا؟ تی آتی 3.2 آمیام بالا، تی آتی 3.2 آم. و برای کلش باز چی میتونم بنویسم؟ 4.2 تا برم چپ چقدر میان بالا؟ 4.2 آم میان بالا، درسته؟ تی آتی هم برای کل نمیشنم. پس حالا مساحت زوزنقه رو چی بنویسم؟ قاعده کوچیک 3.2، قاعده بزرگ 4.2، ارتفاع زوزنقه سبز که 1 تقسیم بر 2. خب مجموع این دوتا مساحت مگه 10 نشده بود؟ تمام، از اینجا آب دست میاد. ما خمشک دو بگیریم، این بر آ میمونه، این بر چی میمونه؟ 4.2 آ با 3.2 آ میشه چی؟ 7.4 آ مساوی شده با 10. 8.4 آ شده 20، پس آ میشه 20/8.4. آ به دست اومد. خب آ که به دست اومد یعنی ارتفاع کل مثلث بزرگ هم به دست اومده دیگه. حالا ما مساحت کل رو میخوایم. ارتفاعمون که بود 4.2 آ، 4.2 آ، آ هم که به دست آوردیم 20/8.4، قاعده کلمون هم که همون 4.2 بود. تمام، این به دست میاد. 4.2 به 8.4 2 میخوره، 2 2 4، 20/4 5، 5 تا 4.2 تا میشه چقدر؟ 21. این میشه مساحت کل. گزینه 1. سوال خوبی بودا، قشنگم حل کردیم، دقت کردین؟ خوب حل کردیم بدون فرمول با همان ابزاره همیشگیمون.
یا کن همه دانش آموزان من میدونن وقتی یه سوال شتاب ثابت رو میخوام با نمودار وی تی حل کنم، سه تا تکنیک ما داریم، تی آتی و وی وی آم، استفاده از مساحت، تشابه. تشابه که هیچ، اینجا تشابه واقعا کاربردی نداره. خب میونه بازی تی آتی و مساحت، میگه دانش آموز من نبوده تی آتی رو توضیح بده. تی آتی رو توضیح میدم یه بار دیگه. نگاه کن، ما تو حرکت شتاب ثابت وقتی نمودار وی تی داریم، تو نمودار وی تی وقتی تی تا میری چپ، آتی میای بالا. الان مثلث زرد رو نگاه کن، یکی بری چپ، یک آ میای بالا، پس ارتفاع مثلث زرد میشه یک آ. حالا باز یه بار سه ممیز دو تا رفتم چپ، چقدر میام بالا؟ 3.2 آ میام بالا. و یه بارم 4.2 آ رفتم چپ، چقدر اومدم بالا؟ 4.2 آ اومدم بالا. بعد مساحت مثلث زرد به علاوه مساحت زوزنقه سبز رو نوشتم مساوی با 10 گذاشتم، آ به دست اومد. آ که به دست اومد دیگه برشم مساحت کل مثلث رو به دست آوردم. تمام، متوجه شدی؟ بدون فرمول با همون ابزارهای همیشگیمون تی آتی و مساحت رو اینا رفتیم. اون دوستمون که دانش آموز ما نبود تی آتی رو فهمید منظور چیه؟ یا کنید یه بار دیگه توضیح میدم، وقتی شما نمودار وی تی دارین، یا کن تی تا که بری چپ، آتی میای بالا. این همون شیب نمودار وی تی شتاب میده یا که ما حالا به این بیان تو کلاسامون میگیم، این همون شیبنگ مدار وی تی شتاب میده رو ما اینجوری بیان میکنیم، تی آتی. آره حله بچه ها، سال 154 رو که رچیم. خیلی سال سینماتیکش رو تموم کردیم خدا رو شکر، حتی سال خوبی هم داشت، مثلا آخری که خیلی خوب بود. سال 154 رو آخر کلاس حل میکنم، چون ویژه بچه ریاضیه. آخر کلاس که گفتم بچه های تجربی برم بیرون، یه 3-4 تا از سوالات خیلی خوب ویژه رشته ریاضیشو فقط مخصوص بچه ریاضی حل میکنم، فعلا سوال رشته ریاضیش باشه. بریم سوال دینامیکو شروع کنیم. سوال دینامیک، سوال 155. خب سوال آسانسور که البته کوچولو با سینماتیک هم ترکیب شده. شخصی به جرم 80 کیلوگرم روی ترازو نیروسنج در کف آسانسور ایستاده است. آسانسور با شتاب 2 شروع به بالا رفتن کرده و پس از مدتی با شتابی ثابت متوقف می شود. اگر اختلاف حد اکثر و حد اقل عددی که ترازو نشان می دهد 400 نیوتن بوده و در این و این حرکت 5 ثانیه طول کشیده باشد، مسافت طی شده در این مدت چند متر است؟ عدد ترازو چی رو نشون می داد؟ FN. همه دوستانی که دانش آموز من هستن میدونن ما برای آسانسور یه تکنیک بسیار خفن داریم که فرض میکنیم آسانسور همیشه ثابته و اف ان با چی برابر میشه؟ با ام جی پریم. اف ان با ام جی پریم برابر میشه. جی پریم چی بود بچه‌ها؟ یادآوری بکنیم، جی پریم این بود جی مثبت منفی، مثبت منفی آ بود. الان اف این رو شما تو قسمت اول میتونید به دست بیارید، ام 80 جی 10 داره میره بالا مثبت، موقع شروع حرکت تون شونده، پس بازم مثبت با چه شتابی؟ با شتاب 2. پس اف این قسمت اول به دست میاد میشه 12 ضرب در 80 که میشه چقدر؟ 960 نیوتن. اف این قسمت اول میشه 960 نیوتن. خب اختلاف دو تا اف ان ها 400 نیوتن بوده، پس اگه اولی 960، پس اف ان قسمت دوم میشه چقدر؟ 400 تا ازش کم کن، اف ان قسمت دوم چقدر بوده؟ 560 نیوتن. خب اف ان قسمت دوم مساوی باز ام جی پریم بذار، ام 80 جی 10 این دفعه موقع توقفه، اولی میشه مثبت، دوم میشه منفی چون کنچرنده. شتاب قسمت دوم به دست میاد از اینجا. بله شتاب قسمت دوم میشه 3. تمام، شتاب قسمت دوم به دست اومد. خب حالا که شتاب قسمت دومم به دست اومد، دیگه کارمون با دینامیک تمومه. سوالات ترکیبی دینامیک با سینماتیک وقتی میبینیم مجهول آخری مجهول سینماتیکیه، که اینجا مجهول سینماتیکی دیگه مسافت میخواد، گفتم اول میری سراغ دینامیک، تکلیف شتابا رو به دست میاری.
من الان شتاب قسمت اول که خود سوال داده بود، بعد به کمک شتاب قسمت اول شتاب قسمت دومم به دست آوردم. شتاب قسمت دومم به دست آوردم. دیگه بچه‌ها کارم با دینامیک تمومه. حالا میرم سینماتیک رو شروع میکنم. سینماتیک هم که مثل همیشه ما نمودار ویتی میکشیم. بعد این درزه نمودار ویتیش هم خیلی معروفه. نمودار ویتیش هم خیلی معروفه. یه تون چونده، یه کن چونده. یه نمودار ویتی هشتیه که باز ما شبیه اینو تو کارگاه هفته قبلمون هم حل کردیم، نکاتش هم یادآوری کردیم. نمودار ویتیمون هشتیه. شتاب قسمت اول دو شد، شتاب قسمت دوم سه شد. بچه ها زمان کل رو داده 5. همه دوستانی که دانش آموز منم میدونن وقتی نمودار ویتی 8 میشه ما این نکته خفن و معروف داریم، این که نسبت تیا با نسبت شتابا رابطه عکس داره. برای اینکه بدونین نسبت مسافت ها هم با نسبت شتابا رابطه عکس داره. این دوتا نکته رو یادتون باشه وقتی نمودار ویتی 8 میشه، این دوتا نکته رو یادتون باشه. تو کلاسامون گفتیم. خب با توجه به اینکه نسبت شتابا 2:3 و زمان کل 5، پس میفهمی زمان اینجا میشه 2، زمان اینجا میشه چی؟ 3. نسبت زمان ها با نسبت شتابا رابطه عکس داره. تموم. خب بچه ما مسافت کل رو میخواییم. مسافت کل یعنی چی؟ یعنی مساحت کل مثلث رو میخواییم. ما مساحت کل مثلث ارتفاعش رو لازم داریم. خب باز نگاه کن. تی آتی، سه تا برم جلو، سه آ میان بالا، سه دوتا، شیش تا میان بالا، ارتفاع مثلث هم به دست اومد. حالا مساحت چی حساب میکنیم؟ یه دوم ارتفاع 6، قاعده کل چقدر بود؟ 5. مساحت کل میشه چی؟ 15. جواب گزینه 3. برو حالا شاید برد. این هم یه سوال خوب. ترکیب دینامیک و آسانسور و FN با یک کوچولو سینماتیک آخرش نمودار VT. نمودار VT 8 بشه. دو تا نکته واسه یادآوری کردم که تو کلاسامون بهت گفتم. نمودار VT 8 بشه. دو تا نکته واسه یادآوری کردم. تمام. حل؟ بچه اوکی این؟ دیگه اون دوستانی که دانش آموز ما هستن میدونن داستان ام جی پریم چیه. ما کلا همیشه تو آسانسور فرض میکنیم آسانسور ساکنه تو کلاسمون. فرض میکنیم آسانسور ساکنه. بعد وقتی آسانسور ساکن باشه میگیم اف ام با وزن برابره. فقط وزن رو دیگه ام جی نمیذاریم، ام جی پریم میذاریم. تمام. یه جای دیگه بود که نمودار 8 میشه تصمیم بردم. کلا وقتی نمودار 8 میشه دو تا نکته یادت باشه. یکی نسبت زمان ها میشه معکوس نسبت شتابا، یکم نسبت مساحت ها میشه معکوس نسبت شتابا. اینو تو کارگاه چهارشنبه هم گفتیم. خب رچ، خب سال 155 رو حل کردیم، بریم سال 156. اون جپریم گفتم فرمولش چیه دیگه. اون جپریم اینه فرمولش. جی مثبت منفی، مثبت منفی آ. مثبت اولی موقع بالا رفتن، منفی اولی موقع پایین رفتن، مثبت دومی موقع تون، منفی دومی موقع کند. جپریم اینجوری خودش به نصب. توضیح دادم. سال 156 در شکل زیر جسم با وجود اعمال نیروی افقی F ساکن است. سال مفهومیه بچه‌ها، محاسباتی نیست. گفته اگر اندازه نیروی F را 2 برابر کنیم نیروی اصطکاک وارد بر جسم چگونه تغییر میکنه؟ نظرتون چیه؟ گزینه‌ها رو بخونید. با وجود نیروی F ساکن بوده، گفته حالا میایم نیروی F را 2 برابر میکنیم نیروی اصطکاک چگونه تغییر میکنه؟ بله گزینه 4 میشه بچه‌ها. انگار سال مفهومی و خیلی ساده ها، ولی همین تو کنکور بیاد خیلی ها غلط میزن. همین الان دیدیم که بعضی ها گزینه غلط گفتن. بچه‌ها با F ساکن بوده، خب ممکنه با 2 برابر F هم ساکن بمونه. قبول داریم؟
مگه اف دو برابر بشه قطعا جس حرکت میکنه، نه ممکن بازم ساکن بمونه، درسته یا نه؟ ممکنه ساکن بمونه. و خب این خیلی نکته مهمیه، یعنی یا ممکنه ساکن بمونه جس همچنان، یا ممکنه حرکت بکنه. اینو حواستون باشه، هم ممکنه ساکن بمونه هم ممکنه حرکت بکنه. پس نمیتونی الزامی گزینه رو مشخص کنی، چون نمیدونی حتما ساکن میمونه یا حتما حرکت میکنه، پس قطعی نمیتونی. ممکن است ثابت بمونه، بله. خب استکاک ایستایی، بله، اگه ساکن بمونه استکاک ایستایی تو قسمت دوم میشه دو اف. ولی یه چیزی، اگه حرکت بکنه، این اگر حرکت کنه، اگر حرکت کنه نیرو استکاک اون میشه افکا، درسته؟ خب بعد این افکای ممکن لازم اندازه با اون اف اولیه برابر باشه، نمیتونیم تصمیم قطعی بگیریم. یعنی ممکن هم هست نیرو استکاک اندازش با همون نیرو استکاک قبلی با اف برابر بمونه. متوجه منظور من شدی؟ استکاک ایستایی آره بیشتر میشه، ولی اگه جس حرکت بکنه اون افکایه ممکنه با اون اف اولیه برابر باشه، چون نمیدونیم مقدار دقیق افکا چیه. متوجه شدی؟ این کسی که ارزم به حضور شما گفته، آره هم تو رو گفتم، متوجه شدی؟ افکایه ممکنه با اون اف اولیه برابر باشه، نمیدونیم که مقدار دقیقش چقدره. پس ممکنه این رو استکاک با همون اف اولیه مقدارش برابر باشه. حله؟ حواستون باشه. پس ممکن است اگر حرکت کند افکا با همان اف اولیه برابر باشه، اینو نمیتونیم قطعی در نظر بگیریم. بعد در اصل نیرو استکاک پس میتونیم بگیم ثابت میمونه. حتی ممکنه این افکای از اون اف اولیه کمتر هم باشه، خب اونجا میتونیم نیرو استکاک بگیم اندازش کمتر هم شده. و اگر هم اصلا ساکن بمونه با دو اف، اگه ساکن بمونه، اگر ساکن بماندم که نیرو استکاکمون هم با همون دو اف برابر میشه، و اینجا میتونیم بگیم نیرو استکاک اندازه زیادم شده. یه هر سه تا حالتش ممکنه، هم میتونه نیرو استکاک ثابت بمونه، هم میتونه نیرو استکاک کم بشه، هم میتونه نیرو استکاک زیاد بشه. پس با توجه به گزینه‌ها درست‌ترین گزینه بعد گزینه 4 رو بزنید. دیگه زیاد توضیح دادم. سال 157، در شکل زیر ضریب استکاک ایستایی بین جسم و سطح چگونه باشد تا جسم به ازای مقدار مناسب اف بتواند ساکن بماند؟ خب شرط این که جسم ساکن بمونه چیه؟ شرط این که جسم ساکن بماند اینه که نیروهای جلو برنده، نیروهای جلو برنده کوچکتر مساوی اف اس ماکس باشن. اگه نیروهای جلو برنده کوچکتر مساوی اف اس ماکس باشن جس حرکت میکنه، درسته؟ خب نیروهای جلو برنده مون الان چیه؟ نیروهایی که میخوان جسم رو به حرکت در بیارن چیه؟ یه ام جی داریم و یه سه اف داریم. نیروهایی که میخوان جسم رو به حرکت در بیارن میشه سه اف به علاوه ام جی. اینا باید کوچکتر مساوی از اف اس ماکس باشن. اف اس ماکس خودش فرمولش چیه؟ میشه موی اس ضرب در اف ان، که بچه اینجا اف انمون با چی برابره؟ اف انمون با همون 4 اف برابره. این شکلا دیگه خیلی معروفه، مگه میشه کسی نکاتو ندونه؟ خب پس از اینجا نگاه کن، موی اس در 4 اف باید بزرگتر مساوی باشه از 3 اف به علاوه ام جی. پس موی اس باید بزرگتر مساوی باشه از 3 اف به علاوه ام جی روی 4 اف. من ادامهش اینجا بنویسم. پس موی اس باید بزرگتر مساوی باشه با 75 صدم به علاوه ام جی روی 4 اف. این دیگه ساده ترین حالت ممکنیشه. خب کدوم گزینه رو میزنید؟ تا اینجا رسیدیم. موی اس باید بزرگتر مساوی 75 صدم به علاوه ام جی روی 4.
موی اس قطعاً باید از 75 صدم یه عددی بزرگتر باشه، چون نگاه موی اس شد 75 صدم به علاوه یه عددی، به علاوه یه عددی. خب این نشون میده موی اس قطعاً از 75 صدم بزرگتره. پس کدوم گزینه رو میزنید؟ گزینه یک، موی اس باید بزرگتر. 8 تو از کجا میاری عزیز من؟ تو 8 از کجا؟ مگه تو میدونی ام جی به علاوه 4 اف دقیقاً چه عددیه؟ این عبارت داره میگه موی اس قطعاً از 75 صدم یه عددی بزرگتره. حالا دقیقش رو که میدونیم، پس با بزرگتر از 75 صدم باید بزنیم. تمام، گزینه یک. این عبارت داره میگه موی اس قطعاً از 75 صدم بزرگتره، پس درست‌ترین گزینه گزینه یکه. تمام، حل بچه ها. 75 صدم به علاوه یه عددی، پس موی اس میشه بزرگتر از 75 صدم. خب این سال 157. بله میبینم که سال نردبون اومده و یه مقدارم این سال نردبونی که داده با اون سال نردبونی که تو کتاب درسی هست متفاوته. پس چقدر میتونه پیشبینی خوبی باشه برای کنکور امسال؟ سال نردبون تو همه آزمون آزمایشی اومده، تو کنکور ها اومده، یه مقدار متفاوتش کرده نسبت به کنکورهای سال قبل و کتاب. پس چقدر سال خوبی میتونه باشه برای کنکور امسال و میتونه بیاد امسال همچین سالی. کتاب درسی سطح افقی رو داره استکاک میگفت، سطح عمودی رو میگفت بدون استکاک. این اومده سطح افقی رو گفته بدون استکاک، سطح عمودی رو گفته استکاک داشته باشه. متفاوتش کرده با سال کتاب. بخونیم سالو. نگاه، این دفعه گفته سطح افقی سیغلی بوده، سطح عمودی استکاک داره. نردبان در آسانه لغزش رو به بالا. نردبان بخواد به سمت بالا به لغزه، پس نیرو استکاک به سمت پایین بوده که میخواد مخالفت کنه، و چون گفته در آسانه لغزش پس میشه FS ماکس. نیرویی که سطح افقی به نردبان وارد میکنن. خب سطح افقی استکاک که نداشت، ما پس اینجا فقط یه FN داریم. پس ما اینجا فقط یه FN داریم. اول از همه نیروی وارد برنردبون هرچی هست بگو چه چیزایی. یه FN پریم هم اینجا داریم، یه F هم که خودش داده، یه نیرو دیگه هم داریم MG. این کل نیروهایی که دارن به نردبون وارد میشن. بچه ها سطح افقی استکاک نداره، استکاک برای سطح افقی نکشیدم، فقط سطح عمودیمون استکاک داره. خب همیشه میدونی شما تو سالت نردبان نیروهای افقی باید با هم خونسا بشن، نیروهای عمودی هم باید با هم خونسا بشن. خب ما الان اینجا 3 نیرو عمودی داریم که 2 پایینه یکیش بالایه، پس میگیم بالاییه باید با جمع پایینی برابر باشه. 2 نیرو افقی هم باید با هم برابر باشن، پس FN پریم هم باید با اون F برابر باشه که داده چقدر؟ 100 نیوتن. ما سوال چی از ما میخواد؟ سوال FN رو از ما میخواد. سوال الان اینو از ما میخواد، نیرویی که سطح افقی به گردون وارد میکنه FN رو میخواد. سوال الان از ما FN رو میخواد. خیلی خب، میگم FN میشه MG. خب MG که جرمش چقدر بود؟ 20 MG. پس میشه چقدر؟ 200. بعد FS ماکس هم که میشه موی S که 0.6. FS ماکس رو دقت کن، میشه موی S در اون FN خودش، یعنی FN پریم، که FN پریم پایینش که میشم شده چقدر؟ 100 نیوتن. تمام، FN پس میشه 260. گزینه 4. سخت نیست خودش این سال نردبون، فقط این یه کوچولو متفاوتش کرده بود با اون سالات نردبونی که قبلا تو کنکور کتاب اومده بود. سال نردبون خیلی ساده. سال نردبون تو کنکور اومد، اول نیروهای وارد بر نردبون هرچی هست و مشخص کن مثل من. گام دوم، نیروهای افقی باید با هم خونسا بشن، نیروهای عمودی هم باید با هم خونسا بشن. بس سلام. آره خوب بود سوالش. بریم سال 159 ما رشته ریاضی آخر کلاس حل کنیم، بریم سال نوسان حل کنیم. سال 160. سال 160، جرم متصل به فنری را 2 کرده و با همان دامنه قبلی به نوسان در می آوریم. انرژی جنبش نوسانگر هنگام عبور از نقطه تعادل. انرژی جنبش نوسانگر هنگام عبور از نقطه تعادل ماکسیموم بود یا صفر بود؟ انرژی جنبشی تعادل
ماکسیموم بود یا صفر بود؟ آفنی کای ماکس. بعد کای ماکس اصلا یه فرمول داشت که ما تو کلاسامون گفتیم میشد یه دوم ام آ دو اومگا دو. سوالات نسبتی رو چیری حل میکنیم؟ تو خود فرمول نسبت میذاریم. اعداد ثابت هم همون اول چیکار میکنی؟ اعداد ثابت هم تو سوالات نسبتی چیکار میکنی؟ خط میزنی. یه دوم همون اول خط. خب جیم چند برابر شد؟ دو برابر. دامنگه گفته تغییر نکرده پس این یک برابر. اومگا چی؟ خب مگه اومگا نبود رادیکال کا امام کا که ثابته. ام دو برابر بشه اومگا چند برابر میشه بچه ها؟ رادیکال یه دوم یا همون رادیکال دو دوم برابر شده. اومگا رادیکال دو دوم برابر شده. حالا باز به توان دوش هم برسون. رادیکال دو دوم به توان دو میشه چی؟ یه دوم. خب و از آخرم دو ضرب در یه دوم میشه چی؟ یک. پس انگلیسی جو میشه یک برابر شده. جواب میشه گزینه یک. برو حالی شده من. تمام. اثرات باشگاه محسوسه دیگه. آره من از امروز پیرنگ اندامی رو شروع کردم دیگه. خب شکم یه درسته دیگه. نه اصلا شکم ندارم. آره خب تموم. ام دو برابر شده، دامنه یک برابر، اومگا به توان دارم که میشه یک دوم برابر. تموم. پس انرژی جو میشه یک برابر میشه. نه اوکی. نه 159 با نیرو مرکزگرا ترکیب شده که بچهای تجربی نداری. نه اون یه کوچولو با نیرو مرکزگرا هم ترکیب میشه. میدونم اون سوال مال شما نیست، مال بچهای تجربی. آخر کلاس حل میکنم. حالا خاصی بهمون نگاه کن. خب سوال 162 از موج حل میکنم. مگه میشه تو کنکور سراسری سوال نمودار وای بر حسب ایکس رو ندن بهتون؟ واقعا خیلی احتمالش کمه ندن. خیلی مهمه. تو دوتا کارگاه قبلی هم ما سوال حل کردیم از این سوالات نمودار وای بر حسب ایکس. خب شکل زیر یک موج سینوسی را در لحظه تی مساوی با صفر نشان میدهد که در جهت محور ایکس حرکت میکنند. اگر نیروی کشش ریسمان 100 نیوتن و چگالی خطی یعنی مو، خب این که دیگه مشخص، سریع باید بری وی رو حساب کنی دیگه. اصلا وقتی این وی بود رادیکال اف روی مو، اف 100 مو رو فقط دقت کن 250 گرم بر متر. اینو باید به کیلوگرم تبدیل کنی ها. 250 هزارم انگار، درسته؟ بله. یه تقسیم بر هزار داره که میشه چی؟ یک چهارم. 250 هزار میشه یک چهارم دیگه. بس 100 تقسیم میشه رادیکال 400. خلاصش وی میشه 20. خلاصش وی میشه 20. خب حالا بریم نقطه ام. بریم نقطه ام. همه دوستانی که دانش آموز من هستن میدونن گفتم اگه نمودار وای بر حسب ایکس اومد تو کنکور و در مورد یه ذره سوال پرسید، اولین کاری که باید بکنی بری چیکار کنی؟ بری چی حساب کنی؟ اولین کاری که آفرین دانش آموز ما دیگه رو هوا میگه، دوره بعد حساب کنی. آفرین همه دوستان ما میدونن نمودار وای بر حسب ایکس اومد تو کنکور و در مورد ذره سوال پرسید، اول باید بری دوره رو حساب کنی. از کدوم فرمول میری دوره رو حساب میکنی؟ از فرمول وی مساوی با لاندا تیوم. خب وی که شد 20، لاندا رو چیکار کنم؟ خب بیا هر لب چی بود؟ هر لب لاندا چهارم بود. یه لب، دو لب، سه لب، چهار لب، پنج لب. پنج تا لاندا چهارم شده 25. پس لاندا چقدره؟ 20. البته اینجا سوتی داده واحد ایکس رو نذاشته، ولی من فکر کنم واحد ایکس همون سانتی متره. پس لاندا میشه 20 سانتی متر که میشه 2/10 متر. از اینجا بچه دوره به دست میاد. 2/10 تقسیم بر 20 میشه چی؟ 1/100. دوره به دست میاد 1/100 ثانیه. تا اینجا اوکی؟ پس 5 تا لاندا 4م شده 25. پس خود لاندا 20 سانتی متر بوده، یعنی 2/10 متر. لاندا رو داریم، وی هم داریم، دوره به دست اومد.
نمودار وای بر اسم ایکس اومد تو کنکور، باز اولین گام میری دوره رو حساب میکنی یا نگه نگفتم دوره حساب میکنی. حالا میگه سوال چی میخواد؟ حالا گفته تندی نقطه ام کی میشه 12. بچه ها یه چیز بهتون بگم، وقتی میگه برای اولین بار تندی نقطه ام میخواد میشه 12، یه چیز رو باید شک کنید. شاید این 12 که بهتون داده همون وی ماکسه، همون وی ماکسه. بریم وی ماکس رو حساب کنیم بعد مطمئن باشیم میشه همون 12. وی ماکس فرمولش چی بود؟ آ اومگا، آمون که 200، اومگا هم که میشه 2 پی تیوم، 2 پی تیوم هم که میشه 100. خب میگاه کن دقیقا میشه 12 برسنگ. یعنی فهمیدی سال چی میخواد؟ بچه ها تندی یک ذره کجا ماکسیموم میشد؟ تو تعادل یا دامنه ها؟ تندی تو تعادل ماکسیموم میشه یا تو دامنه ها؟ تو تعادل. پس با شما اینو با شما پس این چرا این ذره ام پس اگه بخواد تندیش بشه 12، اگه بخواد تندیش ماکسیموم بشه، این خلاصش این سوال گفته چقدر طول میکشه تا ذره ام به تعادل برسه. خب الان ذره ام نگاه کن همین الان کجاست بچه ها؟ ذره ام نگاه تو منفی آ دومه. بعد به من بگو میخواد بیاد پایین یا میخواد بره بالا؟ ذره ام میخواد بیاد پایین یا میخواد بره بالا؟ گفتم اگه جهت انتشار موج به سمت راست باشه تو به سمت چپش نگاه کن، اگه سمت چپش پایین تر از خودشه یعنی میخواد بیاد پایین. پایین دن سرویس ذره ام میخواد بیاد پایین. پس ذره ام اول از منفی آ دوم میاد به منفی آ، بعد دور میزنه تا برسه به تعادل. خب لقمه زمانیشو بگو، از منفی آ دوم تا منفی آ چقدر طول میکشید؟ از منفی آ دوم تا منفی آ چقدر طول میکشید؟ تی شیشم، یه تی شیشم اینجا داریم. بعد از منفی آ میخواد بره به صفر، این چقدر طول میکشه؟ تی چهارم. این که یه لپ کامله دیگه، تی چهارم. تموم شدن. پس کلا چقدر طول میکشه؟ یه تی شیشم و یه تی چهارم که مخم مشترک بگیریم میشه 5 تی 12. خب تی هم که 100، پس میشه 5200 یا میشه 1/240 ثانیه. جواب این تست میشه گزینه 1. به 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 به، عجب سوال خوبی حل کردیم، عجب سوال خوبی حل کردیم. یه سوال حل میکنیم ولی 500 تا نکته کنارش میگیم. 162 گزینه 1. تمام. پس یه بار دیگه آخرشو بگم، ذره ام الان تو منفی آ دومه، اول باید بیاد برسه به منهای آ که دوستان لقمه زمانی رو یاد دارن دیگه، تی شیشون طول میکشه. بعد از منهای آ بخواد بره به صفر، یه لپ کامله، یه تی چهارم هم اونجا طول میکشه. پس کلا یه تی شیشون با یه تی چهارم داریم که میشه 5 تی 12. تی هم که 100 گذاشتم کل زمان شد 1/240. از دل من لقمه زمانی رو مگه تو یاد نری؟ یه ذره بخواد از منفی آ دوم بره به منهای آ تو نوسان، تی شیشون طول میکشه. اوکی؟ بچه ها رچیم 162 رو؟ یک کرو بی استراحتی مینه سال 12 تموم بشه. صد و شست و سه که خیلی ساده یه، 164 یکی از این سوالای باستاب حل میکنم که سوالای باستاب هم میدونید ما این نکته بسیار خفن داریم. اون دوستانی که دانش آموز ما هستن این نکته خفن رو میدونن که ما توی سوالات باستا بدون رسم شکل بسیار خفن و منحصر به فرد این سوالا رو حل میکنیم. اون دوستانی که دانش آموز ما هستن میدونن بدون اینکه این شکلا رو ما رسم بکنیم این سوالا رو خیلی خفن حل میکنیم. اما چگونه؟ خب اولین زاویه‌ای که با سطح آینه داریم چند درجه؟
30 درجه. خب اینو می‌نویسم، زاویه بین دو تا آینه چقدره؟ 30 درجه. خب این 30 رو به علاوه 30 می‌کنی میشه چند؟ میشه 60. با 60 رو به علاوه 30 می‌کنی میشه چند؟ 90. بعد گفتم به 90 رسیدی 180 تا کم میکنی که 180 میگه 90 دوباره میشه 90. فقط دیگه از اینجا به 30 تا 30 تا چیکار میکنی؟ کم میکنی. 90 منگای 30 60، 60 منگای 30 دوباره میشه چی؟ 30. و دیگه 30 منگای 30 هم که میشه 0. گفتم این کار رو تا جایی ادامه میدی که اون زاویه آخر مساوی یا کوچیکتر از 30 بشه. تمام. پس چند تا برخورد داشت؟ 1 2 3 4 5. 5 تا برخورد داریم. اولی مال آینه 1، بعدی 2، باز 1 2 1. یعنی پس آخرین پرتو مال آینه 1ه که فهمیدیم زاویهش هم با سطح آینه چقدره؟ همون 30 درجه. خب بچه اولین پرتو هم زاویهش با آینه 30 درجه بود، آخرین پرتو هم زاویهش با آینه 30 درجه. یعنی بین پرتو اولی و پرتو آخر زاویه بینشو میشه چند درجه؟ بچه این دوتا پرتو پس ما هم زاویه چند درجه میسازن؟ 180. گزینه یک، اولین پرتو هم با آینه زاویه 30 درجه میسازه، آخرین پرتو هم با آینه زاویه 30 درجه میسازه. پس زاویه بین این دوتا میشه چقدر؟ 180 درجه. بله اون عددی که مرحله اضافه میکنی میشه زاویه بین دوتا آینه. بله همون زاویه بین دوتا آینه که 30 بود. اول 30 تا 30 تا اضافه میکنی تا برسی به 90 یا یه عددی بیشتر از 90. بعد 180 تا که کم کردی، ما اینجا محل سوم دیدی رسیدیم به 90، 180 تا کم کردیم دوباره میشه خود 90. از اینجا بعد حالا 30 تا 30 تا کم میکنی تا جایی که دیگه نتونی کم کنی. تمام. اولی مال آینه 1، دومی 2، با سومی 1، چهارمی 2، پنجمی 1. یعنی آخرین پرتو مال آینه 1 که فهمیدیم دوباره زاویه‌اش با آینه 30 درجه. و اولین پرتو هم زاویه‌اش با آینه 30 درجه بود، آخرین پرتو هم فهمیدیم زاویه‌اش با آینه 30 درجه. زاویه بین این دو تا رو می‌خواد. زاویه بین اولین پرتو و آخرین پرتو رو می‌خواد که میشه 180 درجه. تمام. فهمیدین چی شد؟ اون دوستایی که دانش آموز ما هستن این روش رو کامل توضیح دادیم تو کلاس ها، حتی الان هم توضیح دادم دیگه. خب بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی سوال 165 رو حل میکنیم که یه سوالی مربوط به شکسته. یه سوالی مربوط به شکسته. خب بگیم چی گفته. گفته در شکل زیر باریکه نور سفیدی تحت زاویه 37 درجه نسبت به سطح مایع با آن تابیده می شود. اگر ظریف شکست مایع برای رنگ‌های قرمز و بنفش برابر با فلان باشد، این پرتو چه طولی از کف ظرف را روشن می کند؟ خب بریم بگیم چیکار می کنیم. خب یا کنید ما یه باریکه نور سفید، نه ما رشته تجربی هم هست آبا. ما رشته تجربی هم هست، این سال هر دوتا رشته. یه باریکه نور سفید داریم. خب بچه ها یا کنید میدونید که بنفش کمترین طول موجو داره، یا به عبارتی بیشترین فرکانس رو داره، قرمز کمترین فرکانس و بیشترین طول موج رو داره. پس این باریکه نور سفید وقتی میخوره به اینجا، نگاه ما اینجا الان زاویه 53 درجه داریم، این میشه پرتو بنفش
این میشه پرتو قرمز. یعنی میخوام بهت بگم بنفش از همه بیشتر منحرف میشه، قرمز از همه کمتر منحرف میشه. اون طولی از قسمتی ظرف که روشن میمونه اینقدره. این حالا سوال از تو میخواد، گفته چه طولی از کف ظرف را روشن میکنن؟ چه طولی از کف ظرف را روشن میکنن؟ خب بچه ها یه چیزی بگم، این زاویه تابش الان 53 درجه. ظریف شکست برای قرمز داده 8 رادیکال 2. من اینا رو نمیرم 200 قانون اسنل بنویسم، سینوس تتا 2 به سینوس تتا 1 چه میدونم مساوی با ان 1 به ام 2. یا وقتی 8 رادیکال 2، وقتی رادیکال 2 میبینم یعنی قطعا این زاویه چند درجه؟ قطعا این زاویه 45 درجه میشه. 8 رادیکال 2 چون سینوس 45 میشه رادیکال 2 دوم دیگه. پس قطعا اون زاویه واسه قرمز میشه 45 درجه. و وقتی اینجا 4 سوم میبینم، اینجا 4 سوم یکی از اون نسبت‌های مثلثاتی زاویه 37 و 53 دیگه. پس قطعا میگم این زاویه اینجا هم میشه چقدر؟ 37 درجه. تموم. پس نگاه کنی چی شد؟ من یه بار دیگه نگاه کن بگم. نگاه ما علیه مثلث داریم. ما علیه مثلث داریم. خب؟ این طول رو الان میخواییم، این هم خط عمود، این هم خط عمود. خب حالا ما این زاویه رو 45 درجه به دست آوردیم، کل این زاویه رو، این زاویه هم 37 درجه به دست آوردیم. ما این رو میخواییم. خیلی خب، این فاصله رو هم بهمون داده چقدر؟ 40 سانتیمتر. دو بار باید تانژانت استفاده کنیم، دو بار باید تانژانت استفاده کنیم. اول تو مثلث زرد تانژانت اون زاویه بالا زاویه 45 درجه یکه دیگه، چون تانژانت 45 یکه، پس کل این طول میشه 40 سانتی متر. حالا یه بارم تو مثلث سبز، تو مثلثی که سبز میکنم، تانژانت 37، تانژانت 37 درجه چقدره؟ میشه 3/4. تانژانت 37 میشه ضلع مقابلش که من x میگیرم به ضلع مجاورش که 40. x میشه چقدر؟ 30 سانتی متر. خب x هم شد 30. بچه ها کلش 40، 30 سانتی متر ازش کم کن، اون قسمت علامت سوال میشه چقدر؟ 40. و بگه x 30 کنی، اون قسمت علامت سوال که میخواستیم میشه چقدر؟ 40 منهای 30 میشه 10 سانتی. پس 10 سانتی متر از کف ظرف فقط روشن میشه. تمام. متوجه شدین چیکار کردم؟ دو تا تانژانت زدم. یه بار برای کل مثلث بزرگ مثلث زرد، یه بارم برای مثلث سبز. طول کل پایین 40، طول XC پس طول علامت سوال که آبیه میشه 10. تمام. سوال خوبی بود. میگه زرنگ باش، ظریف شکست بنفش داده 4/3. میگه 4/3 و 3/4 اینا نسبت مثلثاتی 37 و 53 میشه. چون زاویه تابش 53، پس قطعا زاویه شکست برای نور بنفش میشه همون 37 درجه. اینا انگار ذهنی گفتم، متوجه شدی؟ انگار ذهنی گفتم دیگه. حالا شما میتونی بنویسی، بیا بنویسی. نگاه کن، میگم سینوس تتا 2 به سینوس تتا 1 که سینوس 53 8 مساوی میشه با ان 1 که مال هوای 1، ان 2 مال بنفش 4/3. اینو الان تو حساب بکنی سینوس تتا 2 میشه 6/10 و میفهمی تتا 2 پس همون 37 درجه بوده. ولی من اینو ذهنی گفتم، درست شد؟ فهمیدی عزیز من؟ خب اینم از خب سال 166 مال بچه ریاضیه. یه سال از فیزیک فصل آخر حل کنم، بعدش یه استراحتی بدیم که بعدش وارد سوالات پایه میشیم. سال 169 رو حل میکنم،
یه سوال مال نیمه عمر. اجین و اولیه مساوی دو عنصر رادیواکتیو آ و ب بعد از گذشت زمانی معین، جرم باقی مانده عنصر آ برابر با 24 گرم و جرم باقی مانده عنصر ب برابر با 3 گرمه. بین تعداد نیمه عمر سپری شده این دو عنصر تا این لحظه کدام رابطه برقراره؟ خب ما برای نیمه عمر یه فرمول داشتیم. میگفتیم جرم باقی مانده میشد جرم اولیه روی 2m². حالا این فرمول یه بار برای آ میمیسم یه بار برای بی میمیسم. جرم باقی مانده آ 24ه میشه جرم اولیه روی 2m³. حالا همین فرمول رو برای بی میمیسم. جرم باقی مانده بی چقدر؟ 3. مساوی میشه با جرم اولیهش روی 2m³. جرمای اولی هم که گفته مساویه. خب کافی این دوتا رابطه رو برام تقسیم کنیم. ام با ام که خط میخوره 24 سوم میشه 8. دور در دور، نزدیک در نزدیک، میشه 2m² روی 2m³. خب 8 مساوی میشه با 2m³ منهای ان آ. خب 8 چی بوده؟ 2m³ دیگه. پس میفهمیم ان بی منهای ان آ مساوی بوده با 3. این کدوم گزینه؟ گزینه 4. خیلی ساده بود. فقط اون فرمولی که برای نیمه عمر گفتیم و دو بار نوشیم برام ترسیم کرد. رابطه بین انا به دست اومد. امای اولیه‌اش هم گفته بود مساوی، خط می‌خوره. سال 168 هم حل می‌کنم. در اتم هیدروژن الکترون روی ترازی با انرژی فلان واقع است. من به همه دانش آموزان خودم گفتم این انرژی الکترون تو هر ترازو تا تراز 4 حفظ باشن. انرژی الکترون تو هر ترازو گفتم تا تراز 4 حفظ باشن. انرژی الکترون تو تراز 1 میشه 13.6، انرژی الکترون تو تراز 2 میشه 3.4، انرژی الکترون تو تراز 3 میشه 1.51، انرژی الکترون تو تراز 4 میشه 85. تا تراز 4 حفظ باش، تا تراز 4 حفظ باش به دردت میخوره، تا تراز 4 حفظ باش به دردت میخوره. پس این انرژی الکترون تو تراز 4ه. خب حالا گفته کم انرژی ترین فوتونی که میتواند جذب کند چقدره؟ چون میخواد انرژی جذب کنه باید بره به تراز پایین یا باید بره به تراز بالا؟ چون میخواد انرژی جذب کنه، همه جواب بدم، باید بره به تراز بالا یا باید بیاد به تراز پایین؟ میخواد جذب کنه، میخواد انرژی جذب کنه، باید بره بالا. اگه بخواد گسیل کنه باید بره پایین. اینا رو حواستون باشه. چون میخواد جذب کنه باید بره بالا، اگه بخواد گسیل کنه باید بیاد پایین. حالا کم انرژی ترین فوتونی که میخواد جذب کنه، خب این الان تو 4ه، پس باید بره به انگ چند؟ 5. باید بره بالا، ولی چون گفته کم انرژی ترین پس بره به 5. اگه میگو پر انرژی ترین فوتون باید کجا میبردیش؟ آفرین. اگه میگو پر انرژی ترین فوتون باید به کجا میبردیش؟ و میوردیش بیگاهیت. آفرین. چون کم انرژی ترین فوتون میخواد بریش به 5. خب همه دوستانی که دانش آموز ما هستن میدونن برای ای گسیلی یا ای جذبی باز ما فرمولشو گفتیم. برای ای گسیلی یا ای جذبی فرمولمون اینه، میشه ای آر در 1 روی ان پریم به تمام 2 منها 1 روی ان به تمام 2. خب میشه ای آر در 1 روی 4 به تمام 2 16 منها 5 به تمام 2 25، که این میشه 9/400 ای آر. تمام، جواب میشه گزینه 3. تمام، حله؟ مخرج مشترک 16 و 25، بله میشه 400. این میشه کم انرژی ترین فوتونی که میتونه جذب کنه تا از تراز 4 بره به تراز 5. بچه متوجه شدین؟ یک جورای 90% سوالات 12 واسه تون حل کردم. یه مروری واقعا شد دیگه فیزیک دادم. تا اینجا اوکی بچه؟ خوب بوده که تا اینجا کارگاه؟
خیلی خوب، یک 4-5 دقیقه استراحت بکنید، بریم سوالات فیزیک پایش رو بررسی کنیم. آره حل میکنیم، سوال فیزیک پایش هم حل میکنیم. یه 4-5 دقیقه استراحت بکنید، بعد بریم سوالات فیزیک پایش رو حل میکنیم. خیلی خوب، ادامه بدیم سوالات فیزیک پایه. سوال 170، در شکل زیر نیروی خالص وارد بر بارهای Q1 و Q2 صفر است، نیروی خالص وارد بر Q3 چند یادتون؟ سوال کاملا سرکاری بوده، یادتون باشه وقتی ما سه تا بار داریم، برایند نیروی وارد بر Q1 وقتی صفره، برایند نیروی وارد بر Q2 هم وقتی صفره، قطعاً برایند نیروی وارد بر Q3 هم صفر. این اصلا خوش نکته، درست شد؟ وقتی برآیند نیروی وارد بر Q1 صفره، برآیند نیروی وارد بر Q2 هم صفره، قطعا برآیند نیروی وارد بر Q3 هم صفره. فیلم آفلاینش رو ببین لطفاً. فیلم آفلاینش رو ببین، تو کانالم میذارم، بازم اگر متوجه نشدی تو تلگرام بیا از من بپرس. تو تلگرام بیا از من بپرس، آیدی خودم توی کانال هست. خب سوال 170 که خیلی سوال ساده ای بود، بریم سوال 171. سوال 171 ببینیم چی میگه. چهار بار نقطه ای مساوی و همنام. خیلی خوب، مثلا میتونی همشون کیو بگیری، کیو 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 و کیو، در چهار دست مستطیل قرار گرفتن، میدان الکتریکی بار کیو سی در نقطه ام ای پریمه. پس میدان یک کدومشون رو داده، گفته این میدانش ای پریمه. حالا میدان برایند رو تو نقطه ام میخواد. خب ما تو نقطه ام چند تا میدان داریم؟ چهار تا، چون چهار تا بار داریم. خب اگه میدان سی ای پریم باشه، خب میدان دی ام ای پریمه. این دوتا که بچه ها موافقین همدیگر رو خونسا میکنن، چون فاصله برابر، بارا هم برابر، این دوتا که هیچی، میدان هم دیگر خونسا میکنن. پس فقط میدان این دوتا پایینی میمونه دیگه، پس فقط میدان این دوتا پایینی میمونه. خب من خط واصلشون رو بکشم که قشنگ شما متوجه بشین. خب حالا بچه ها، خب ما یه میدان از این داریم، یه میدان از این داریم. میدان سی ای پریم بود، آیا حالا میدان هر کدوم از این بارای پایین هم همون ای پریم میشه؟ نه دیگه، نگاه کن، این فاصله اینجا اگه آ باشه، خب بعد میدونی این 90ه، این میشه 45، این هم میشه 45، چون نقطه ام هم دقیقا وسط ضلعه. پس اگه اون آ باشه، این هم میشه چی؟ این هم میشه آ. بعد این وتره چی میشه؟ وتره میشه آ رادیکال 2. حالا به من بگو وقتی فاصله رادیکال 2 برابر بشه، میدان چند برابر میشه؟ وقتی فاصله رادیکال 2 برابر بشه، میدان چند برابر میشه؟ یاد بگیرید بچه ها، میدان مگه فرمولش نبود کاکیو رو آر 2، وقتی فاصله رادیکال 2 برابر بشه، میدان چند برابر میشه؟ میدان 1/2 برابر میشه، رادیکال 2 به تمام میشه 2 دیگه، میدان اینا که نسبتشون 1، پس میدان 1/2 برابر میشه. پس میدان هر کدوم از اینا میشه چی؟ میشه 1/2 ای پریم. این هم 1/2 ای پریم، این هم 1/2 ای پریم. بعد زاویه بین اینا هم که باز 90ه، پس برآینده اینا میشه چی؟ فیثاغورسشون. فیثاغورس 1/2 ای پریم با 1/2 ای پریم میشه چی؟ میشه رادیکال 2/2 ای پریم. تمام، جواب میشه گزینه 2. فیثاغورس دو تا عدد هم اندازه، همه تون میدونید فیثاغورس دو تا هم اندازه میشه اندازه 1 ضرب در رادیکال 2. فیثاغورس 1/2 ای پریم با 1/2 ای پریم میشه چی؟ میشه اندازه 1 کدومشون ضرب در یه رادیکال 2. و جواب آخر، برآیند آخر میشه رادیکال 2/2 ای پریم. تمام، گزینه 2 حل.
پس میدان سی و دی که هم دیگر رو خونسا کردن خدافظ، فقط میدان آبی میمونه که وقتی میدان سی ای پیریم باشه، هر کدوم از اون میدان آبی گفتیم میشه یه دومه ای پیریم. از کجا اومد؟ چون فاصله سی تا ام آ بوده، اما فاصله هر کدوم از بارای پایین تا نقطه ام میشه آ رادیکال دو، و میدونید فاصله وقتی رادیکال دو برابر بشه میدان یه دوم برابر میشه. پس میدان هر کدوم از بارای پایینی تا نقطه ام میشه یه دوم ای پیریم، و از آخر هم باز این یه دوم ای پیریم ما با هم زاویه 90 درجه دارن و برنشون میشه فیثاغورسشون. فیثاغورس یه دوم ای پیریم با یه دوم ای پیریم میشه رادیکال دو دوم ای پیریم. یه بار دیگه هم کامل توضیح دادم. سال 172 خیلی این سال مهمه، به شدت پیشبینی میکنم امسال بیاد تو کنکور. سوالاتی که میاد با سرعت ترکیب میشه. یک ذره با بار مثبت کیو از نقطه آ رها میشه، اینجا پس سرعت صفره. سرعت در نقطه دی چند برابر سرعت تا نقطه بیه؟ گفتم تو سوالات این قسمت وقتی با سرعت ترکیب میشه یاد چی میفتین؟ یاد فرمول کار کل مساوی با دلتا کا که تو کار و انرژی سال دهم خوندیم. کار کل اینجا میشه کار میدان. کار میدان فرمولش یه ای کیو دی. دلتا کا هم که چون کای آ صفره فقط میشه کای نهایی، این هم که میشه یه دوم ام وی دو. خب حالا نگاه کن، سرعت نقطه دی گفته چند برابر سرعت نقطه بی، نسبتی بریم. میدان که ثابت، بارمون هم که ثابت، یه دوم هم که ثابته، جرم هم که ثابته، دعوا سر فاصله. فاصله آ تا دی چند برابر فاصله آ تا بیه؟ شکل نگاه کن بگو، فاصله آ تا دی چند برابر فاصله آ تا بیه؟ سه برابر. تمام. وقتی نسبت فاصله سه بشه، خب البته نسبت وی به توان دو شده سه، پس نسبت خود وی ها میشه چی؟ رادیکاس. از این خفن‌تر نمیشه این سوال حل کرد واقعا. تمام شد. پس سرعت نقطه دی رادیکال 3 برابر سرعت نقطه بی. تمام شد. پس نسبت سرعت ها به توان دو طبق این رابطه ای که نوشتم فقط به نسبت فاصله بستگی داره. نسبت آ تا دی 3 برابر نسبت آ تا بیه، پس نسبت سرعت ها به توان دو میشه 3. حالا نسبت خود سرعت ها چی میشه؟ رادیکال 3. تمام. گزینه 4. گفتم تو سوالات فصل 1 فیزیک 11 هم. فصل یک اگه صحبت از سرعت یا تندی شد بدون استثناء این رابطه رو بنویس، این رابطه کار کل مساوی با دلتا کا. حالا اینجا چه خوش بوده از نیرو وزن اینا صرف نظر کن، کار کل میشه همون کار میدان. کار میدان هم که میدونی با همون اندازه دلتا یو که میشه ای کیو دی برابره. دوباره توضیح دادم دیگه. سال 174 بریم سال جاری حل کنیم. ترمودینامیک نه، از کار و انرژی عزیز من. این کار کل مساوی با دلتا کار رو شما تو فصل کار و انرژی سال دهم خوندیم، نه ترمودینامیک. خب یه مدار داریم، جریان 4 اومی چند برابر جریان اومیه؟ بچه سوال قشنگه این سوال. آره کارنگه بچه ها، یه مدار داریم، سوال مدار سوال قشنگه. خوب گوش کنید، بس شکلشو حتما بس ساده کنید، با روش نقطه گذاری ساده میکنم. اون یه بار دیگه میخوام روش نقطه گذاری رو کامل مرور کنم واسه تون. یا کن اگه اینجا آ باشه اینا هم میشن آ، بی، این بی باشه این هم میشه بی، یه سی هم اینجا اضافه کنیم، نه یه دی اینجا اضافه میکنم،
بچه این 4 و 10 کاملا مشخصه با هم سریان، دیگه اینجا نمیخواد نقطه اضافه کنید. نهایت بیشتر از 4 نقطه نکنیش، بیشتر از 4 نقطه نکنیش. 10 و 4 با هم سریان، این دوتا رو با هم ساده کنید میشن چی؟ 14. تمام، 4 تا حرف، بیشتر از 4 حرف نکنید که خیلی شلوغ میشه. 4 تا حرف A B C D. حالا دو سر باتری همیشه باید دو سر باشن، یعنی یه طرف A، یه طرف B. بعد B ما دیو داریم، اونجا هم بعد A سیو داریم. 4 تا حرف روی خط راست میذاریم، حالا مقاومت ها رو میذاریم. 9 بین A و B. 6 بین A و C. 10 بین B و D. 15 بین B و D. 1 C داریم بین B و C. 14 هم داریم بین C و D. تمام، ای کل مقاومت ها. حله؟ مدار ساده شد، مدار ما به این صورت ساده شد. قبوله بچه ها؟ یه 14 داشتیم بین C و D، اون C هم بین B و C، دو تا بین B و D داشتیم، یه 10 یه 15، 6 همون هم بین A و C، 9 هم که بین A و Bه. تا اینجا اوکی؟ بچه تا اینجا اوکی؟ خیلی خوب. جریان عبوری از 4 اوهمی، بچه ها جریان عبوری از 4 اوهمی با جریان عبوری از 10 اوهمی با جریان عبوری از همون 14 اوهمی همش یکیه، همش یکیه. جریان 4 اوهمی و 10 اوهمی و معادلشون که گرفتم 14 اوهم یکیه. پس انگار سوال گفته جریان این چند برابر جریان عبوری از 9 اوهمیه. فهمیدی الان سوال چی میخواد؟ تموم شد. من داره چرت و پرت میگه که از وی تی استفاده میکنه. سال سینماتیک این باز داره مزه میریزه. خب اینو اخراجش کنید خانم، این ساجده رو اخراجش کنید. خب این مدار ما ساده شد، نه این داره مزه میریزه. خب این مدار ما ساده شد، بعد جریان عبوری از 14 اوهمی میخوام اینو چند برابر جریان عبوری از 9 اوهمیه. یه پخش جریان تو مقاومت موازی بریم. پخش جریان تو مقاومت موازی چی بود؟ الان نگاه کن این مدارم، این هم مثلا فرض کن باتریت. خب الان این جریان کل میاد اینجا. خب این جریان کل میاد اینجا. من اول بین این دوتا شاخه موازی جریان رو پخش بکنم، این دوتا شاخه موازی که آبی کردم، معادل 10 و 15 چی میشه؟ میشه 105 به 25. معادل 10 و 15 میشه چی؟ 6. 6 با 14 سری میشه چی؟ 20. 30 و 20 رو میخوام ببینم جریانشون چی میشه. خب میگم اگه این جریانش x باشه، این جریانش میشه 1.x، چون 30 1.5 برابر 20 دیگه. فهمیدین بچه دارم چی کار میکنم؟ سی که میدونید دیگه یک و نیم برابر بیسته، پس اگر سی اومی ایکس عبور کنه از بیست اومی یک و نیم ایکس عبور میکنه. خب یک و نیم ایکس میاد اینجا، ایکس هم میاد اینجا، جمع میشون میشه چی؟ دو نیم ایکس. حالا شاخه نه و حالا بین ده و پونزه دیگه بابا معادل میشه بیست دیگه، معادل میشه شیش دیگه، ضربشون رو جمع میشون، ضربشون میشه 150، جمعشون میشه 25. 150 به 25 میشه 6. معادل 10 و 15 میشه 6 از من، ضربشون رو جمعشون. خب حالا کل شاخه 9 با کل شاخه پایین بگیر. 10 و 14 10 و 15 شو 6، 6 با 14 20، 20 با 30 شو چی؟ 20 با 30 معادل بگیر میشه چی؟ 12. 12 با 6 سری میشه چی؟ 18. آفرین. پس یه شاخه 18 داریم، یه شاخه چی داریم؟ 9 داریم. خب پس اگه
کل جریان شاخه پایین شد 2.5x، کل جریان شاخه بالا چی میشه؟ 5x. چون کل پایین 18 دیگه، کل بالا 9. بالا چون نصف پایین مقاومتش، باید جریانش دو برابر پایین باشه. پس اگه کل جریان شاخه پایین 2.5x، کل جریان شاخه نهمی میشه چی؟ 5x. تمام. خب پس جریان 14 اومی شد 1.5x، جریان 9 اومی شد 5x. خب نسبت اینا میشه چقدر؟ 3/10. جواب گزینه 3. تمام. فهمیدی چی شد؟ کل بالا 9، کل شاخه پایین شد 18. یعنی پس باز پایین چون مقاومتش دو برابر بالای، جریانش باید نصف بالا باشه. پس اگه کل جریان شاخه پایین 2.5x، جریان شاخه نهمی باید 5x باشه. تمام. آقا 10 و 15 معادلش میشه چی؟ میشه 6. 6 با 14 میشه 20. 20 با 30 موازی میشه چند؟ 12. 12 با 6 سری میشه 18. اوکی؟ حالا ما یه 9 اومی داریم با یه 18 اومی داریم. جریان پایین 2.5x. پس جریان 9 اومی چی میشه؟ میشه 5x دیگه. چون نسبت مقاومت ها با نسبت جریان ها رابطه عکس داره. خب جریان 9 اومی شد 5x. جریان 14 اومی هم که از همون اول 1.5x بوده، گفته 1.5x چند برابر 5x میشه؟ 3/10. دیگه همه متوجه شدن؟ دیگه خیلی زیاد توضیح دادم خودش. همه متوجه شدن؟ این هم یه سوال خوب جاری. سوال 175 چون دو تا باتری داره، ما رشته ریاضیه، هرچند که سوالش هم غلطه، حالا بعدم به آخر کلاس بهتون میگم. سوال 176 رو حل کنیم. سوال 176 هم آمپرسنج هم ولسنج ایداله. ولسنج ایدال مقاومتش بی نهایت. از شاخه‌ای که توش ولسنج ایدال باشه، جریانی عبور نمی کنه. پس بچه ها میخوام بهتون بگم این شاخه کلن پاک میشه. این شاخه سرکاری، این شاخه سرکاریه، چون از این شاخه اصلا جریان عبور نمی کنه. این شاخه رو حذف کن. اینجا هم فکر کنم یه اشتباه تایپی داشت. سال 176 این 12 اومه یک اوم خورده. بله این 12 اومه یک اوم خورده. خب مدار دین میشه. پس من کلا این شاخه رو حذف کنم. فهمیدین چرا این شاخه حذف شد دیگه؟ چون وقتی ولسنج ایدال داشته باشیم، مقاومت بی نهایت داشته باشیم، جریان اون شاخه چیه؟ صفره، چون ولسنج ایدال مقاومتش بی نهایت. پس مدار تو کلا این شکلی شد. تمام. این میشه مدارتون. بعد اون یک اومی هم که گفتم 12 اوم کنید. یک کم دیگه هم بد تایپ شده. این 3 اومی هم بچه من درست کنم. این 3 اومی هم مال اینجای. خیلی خوب. توان خروجی باتری رو میخواد. من مدار میام با نقطه گذاری ساده میکنم، بعد دیگه کاری نداره دیگه. خب اینجا رو اگه آ بگیرم، اینا همه میشن آ، اینا همه میشن آ. اینجا رو بی بگیرم، این میشه بی، این هم میشه بی. این وسط هم سی بگیریم، آ و بی دو سر، سی وسط، شیش بین آ و سیه، سه اومی هم بین آ و سیه، 12 بین آ و بیه، 4 بین بی و سیه. تمام. این شد مدار ساده شده. حالا باتریت هم که میذارم، این هم باتری اپسیلون 10 آر درونی 1. توان خروجی باتری، توان خروجی باتری هم میتونی از اپسیلون آی منهای آرای دو بری،
هم میتونی از آر ای کیو در آی دو بری. خلاصش بعد آی حساب کنی و اول بعد آر ای کیو رو حساب کنی. 6 و 3 معادلش میشه چی؟ 2. 2 با 4 6. معادل 12 با 6 باز چی میشه؟ 4. آر ای کیو میشه 4. خب حالا جریان مدار حساب کن. جریان مدار اپسیلون 10، آر درونی 1، آر ای کیو 4. میشه چی؟ 2 آمپر. خب حالا اینو بریم. آر ای کیو 4، جریان کلم 2، 2 به توان 2 4، 4 4 تا 16. میشه توان مفید باتری گزینه 4. تمام. فینیش. مقاومت کل مدار شد 4، بعد جریان کل مدار حساب کردم. توان مفید باتری میشه آر کل ضرب در آی 2. آر کل 4، آی کلم 2، 2 به توان 2 4، 4 4 تا 16. حله؟ بچه اوکی؟ این 176. نه بیشتر با میستم، بیشتر با میستم. سال 178 یه سال بریم از مغناطیس حل کنیم. سال خوبیه. در امتداد سطح افقی میدان مغناطیسی یک نواختی به شدت 0.2 تسلا رو به شمال، آها میدان گفته به سمت شمال، اینجا شمال خودش اینجوری گرفته. دوستان حواس شما باشه، وقتی شمال اینجوری باشه، تو کلاسامون خیلی توضیح دادیم، جنوب این شکلی میشه، بعد برونسو میشه آسمان، تو جزوه این شکلا هست، درونسو میشه زمین، این میشه غرب، این میشه چی؟ شرق. خیلی دقت کنید به جهت شمال. اینا رو تو کلاسامون توضیح دادیم، توی جزوه‌تون هم شکلاش هست. میدان مناسی گفته به سمت شمال، شمال رو دقت کنید چی جوری گرفته، اینجوری گرفته. خب بعد گفته ذره بارداری به جرم 40 گرم و بار 5 میلی کولون با سرعت 100 متر بر ثانیه در راستای افقی به سمت شرق در فضای درون میدان مناسی شلیک می شود. جهت و اندازه میدان الکتریکی که می تواند جهت سرعت این ذره را ثابت نگه دارد مطابق کدام گرفت. بچه ها سال به شدت مهمه، سال به شدت مهم و کنکوریه، حواستون باشه. نیا کنید، ما الان اینجا سه تا نیرو داره به ذره وارد میشه: نیرو مغناطیسی، نیرو الکتریکی، نیرو وزن. نیرو مغناطیسی روی قاعده دست راست بزن ببینم، چهار انگشت در جهت وی، کف دست به سمت میدان، شست چی میشه؟ چهار انگشت در جهت وی، کف دست به سمت میدان، شست میشه برونسو. آفرین. پس الان ما نیرو مغناطیسیمون برونسوه، نیروی وزن همیشه به سمت زمین. زمین چی شکلیه اینجا؟ زمین درونسو باید بگیری. نیروی وزنمون درونسوه. خب حالا جهت نیرو الکتریکی رو میخوایم ببینیم چی میشه. خب برای که ذره جهت و اندازه سرعتی ثابت بمونه، یعنی پس باید برآیند نیروها بشه چی؟ صفر. خب ما اول نیرو مغناطیسی ببینیم اندازه چی میشه. نیرو مغناطیسی فرمولی چی بود؟ کیو وی بی سینوس تتا، که نیرو مغناطیسی رو حساب کنیم میشه 1/10 نیوتن. نیرو وزن رو حساب کنیم میشه ام جی. نیرو وزن رو حساب کنیم میشه 4/10 نیوتن. خب 1/10 برونسو، 1/10 برونسو، 4/10 درونسو، 1/10 برونسو، 4/10 درونسو. برآیندینگا چی میشه بچه‌ها؟ برآیندینگا 3/10 میشه درونسو، درسته؟ برآیندینگا میشه 3/10 درونسو. حالا برای اینکه برآیندینگا کلا بشه صفر، پس نیروی الکتریکی باید چی باشه؟ پس نیروی الکتریکی باید 3/10 برونسو باشه که اونها رو خونسا کنه. پس اولا نیروی الکتریکی باید برونسو باشه. تا اینجا گزینه 3 و 4 خداحافظ.
و حالا چی میخواد؟ اندازه میدان رو میخواد. نیرو الکتریکی میشد EQ. کیون هم که 5 میلی کولومه، 5 × 10 تا مگاسه، اندازه میدان هم از اینجا به دست میاد که میشه 60. پس جواب این تست میشه گزینه 1. فینیش. خیلی سوال خوبی بود، خیلی سوال خوبی بود. پس ما اول رفتیم نیرو مغناطیسی رو حساب کردیم، بعد رفتیم نیرو وزن رو حساب کردیم، برآیند این دوتاشو 0.3 به سمت درون سو. پس اگه بخواد نیرو الکتریکی اینا رو خونسا کنه، نیرو الکتریکی باید 0.3 برون سو باشه. در ضمن نیرو الکتریکی خودش فرمولش بود EQ. نیرو الکتریکی رو مثلا با EQ گذاشتم، اندازه ای هم به دست. نیرو الکتریکی میشه EQ. EQD فرمول دلتایو بود، قاطی نکن. EQD فرمول دلتایو بود از این. حله؟ این هم از این. یه سوال خوب مغناطیس هم حل کردم. یه سال بریم از الغا حل کنیم، پرونده فیزیک 11 هم ببندیم. یه سال بریم از الغا حل کنیم. این سوالاتی که میله متحرک میداد، یادتونه اپسیلون یه فرمولی داشت، BLV بولوار، تو کلاسمون گفتیم، تو جزوه‌مون هم هست بولوار. بیمون چقدره؟ 5. طول میله 0.2، سرعت 10، اپسیلون میشه چی؟ 10 ولت. خب حالا طبق قانون لنز، بچه ها میله داره میره به سمت راست، برونسو داره زیاد میشه. طبق قانون لنز، قانون لجبازی، برونسو زیاد بشه، خود قاب باید چی تولید کنه؟ درونسو باید تولید کنه. حالا برای که خود قاب درونسو تولید کنه، جهت جریان میشه ساعتگرد یا پاد ساعتگرد. برای که خود قاب در اون سو ایجاد کنه، جهت جریان میشه چی؟ ساعتگرد. طبق قاعده لایک، الان اگه 60 تا در جهت آی بگیری، 4 انگشت از داخل قاب داخل میشه، یعنی خود قاب در اون سو تولید میکنه. اگه طبق قاعده لایک بری، 60 تا در جهت آی بگیری، خود قاب میدانش میشه در اون سو. درسته؟ خب پس میتونیم بگیم این میله باشه، اینجا هم یه مقاومت 3 اوهمی داریم. خب جهت جریان هم که فهمیدیم اینجوریه طبق قاعده لنز. پس میتونیم بگیم اون اپسیلونی که داره به وجود میاد، جهتش اینجوریه بچه، این قطب مثبتش، این قطب منفی، که جریان میدونی از مثبت خارج میشه به منفی داخل میشه، این جهت اپسیلون پس اینجوری میشه. در ضمن خود میله هم باز یه مقاومت داشته، خود میله هم خیلی سوال قشنگی ها بچه، خیلی سوال قشنگی. میله هم خودش مقاومت 2 اوهمی هم داره. پس میتونیم بگیم جریانی که الان اینجا تو کل قاب به وجود میاد، اپسیلون 10، یه آر درونی داریم 2، یه آر خارجی هم داریم 3، جریان کل مدار میشه چقدر؟ 2 آمپر. حالا سوال چی میخواد؟ اختلاف پتانسیل بین دو نقطه M و N رو میخواد. اختلاف پتانسیل بین دو نقطه M و N هم میتونی بگی میشه اختلاف پتانسیل دو سر باتری، هم میشه بگی اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 3 اوهمی، فرقی نمیکنه. اختلاف پتانسیل دو سر باتری فرمولشی بود، اپسیلون M R I، اپسیلون 10، R درونی 2، جریان هم 2، میشه 6 ولت. بعد بچه وی ان منه های وی ام میشه 6، چون نقطه ان جای قطب مثبته، نقطه ام جای قطب منفیه. وی ان منه های وی ام میشه 6، بعد جواب این تست میشه گزینه 4. خیلی سوال قشنگی بودا، خیلی سوال مهمی بودا بچه. پس از فرمول بولوار اول اپسیلون رو به دست آوردن. فقط اینجا نکته ای که داره این که خود میله هم مقاومت داره، بازی مقاومت خارجی هم داریم، جریان مدار رو حساب کردیم، بعد اختلاف پتانسیل بین دو نقطه ام و ان میشه بگیم اما اختلاف پتانسیل دو سر باتری میشه، یا اما اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 3 اومی، فرقی نمیکنه، هر دو تاشو حساب کنیم میشه 6. فقط اینجا حواستون باشه وی ان بیشتر از وی ام، چون نقطه N جای قطب مثبت باتری، نقطه M جای قطب منفی باتری. اینجا چه توجه کنید،
پس وی ان منهای وی ام میشه 6. اینجا چه خیلی حواستون باشه. متوجه شدی بچا؟ خب سوالات فیزیک دهمش موند. فقط من یه سوال از فیزیک سوالش اینه، حالا خیلی هم سخت هم بود سوال قبلی، من از سوالات فیزیک دهمش یه سوالش رو خیلی بچه ها پرسیدن تو این چند روز، یکی دونه از سوالات فیزیک دهمش رو حل میکنم. سوال 182 بچه ها، این سوال لوله یو شکلش خیلی سوال قشنگی بود. میدونی نکته این رو لطفا همه دوستان توجه کنن بچه ها، این سوال لوله یو شکلی سوال قشنگی ها. حالا بقیه سوالاشو فکر کنم با پاسخنامه نگاه کنید متوجه میشید، ولی این سوال 182 شو من این توضیح بدم. میدونی این سوال چرا میگم قشنگه؟ چون یک مایهی با چگالی بیشتر رو میخواد بریزه تو لوله یوشک آقای شمسایی، یعنی همیشه اول آب بوده بعد روغن رو میریختیم روش، اینجا اول روغن حالا میخوایم آب رو بریزیم توش، یه مایه با چگالی بیشتر رو میخواییم بریزیم تو لوله یوشک. فهمیدین نکتش چیه؟ شما اگه روی روغن آب بریزی آب میره پایین، روغن میاد بالا. خب سوال یه بار بخونم. گفته در لوله یو شکل متقارن زیر روغن با چگالی 800 گرم برلی قرار دارد، اگر از سمت راست به ارتفاع 20 سانتی متر آب اضافه کنیم، ارتفاع سطح آزاد روغن در لوله سمت چپ نسبت به راستای اولیه چند سانتی متر بالاتر قرار می گیرد؟ روی روغن داری آب می ریزی. بچه ها شما اگه این سوال شکل نهاییشو بکشید تمومه. نگاه کنید، نگاه کن، آب و روغن در حالت اصلی، آب و روغن در حالت اصلی چجوری قرار میگیرن تو لوله یو شکل؟ این فرض کن الان آب مونه، این هم فرض کن روغن مونه، مگه اینجوری قرار نمیگیرن؟ این آب، این روغن. شما این همه لوله یو شکل دیدین، آب مایه با چگالی بیشتر پایینه، روغن مایه با چگالی کمتر بالایه دیگه، مگه این شکل نهایی نباید اینجوری باشه؟ آب و روغن، این همه شما لوله یو شکل دیدین دیگه، شکل نهایی یک لوله یو شکل وقتی دوتا مایه داریم مگه اینجوری نمیشه؟ از آخر قبول دارین یا نه؟ درسته؟ شکل نهایی یک لوله یو شکل در حالت استاندارد مگه اینجوری نیست بین آب و روغن؟ آب پایین روغن بالا، این همه لوله یو شکل دیدین دیگه. خیلی خوب، بعد شما همیشه تو لوله یو شکل وقتی شکل نهایی رو دارین چیکار میکنین؟ مگه میان یه همتراز میگیرین میگین فشار این ور با فشار این ور مساویه؟ خیلی خوب، ارتفاع روغن که 20 سانتی متره، من میخوام ببینم این ارتفاع آبی که اینجا هست چقدره. خیلی خوب، روجیش روغن مساوی با روجیش آب. خب جیا که خط میخوره، روی روغن 8 دام، اچ روغن 20، روی آب 1، اچ آب رو میخوام، اچ آب میشه چقدر؟ 16. پس این ارتفاع آبی که اینجا 16 سانتی متره. خب یه سوال، کلن چقدر آب داشتیم؟ کلن چقدر آب ریختیم؟ کلن چقدر آب ریختیم؟ کلن چقدر آب ریختیم؟ 20 سانتیمه. خب 16 سانتیمترش بالای همترازه، چقدرش میمونه؟ 4 سانتیمتر. یعنی پس 2 سانتیمتر هم باز اینجا آب داریم، 2 سانتیمتر دیگه هم اینجا آب داریم. فهم چی شد؟ من گفتم 20 سانتیمتر آب نداشتیم، خب 16 سانتیمترش بالا همترازه، خب 4 سانتیمتر نمونه دیگه، پس 2 سانتیمتر دیگه اینور آب داریم، 2 سانتیمتر دیگه هم اینور آب داریم. تمام.
شکل کامل تکمیل شد. حالا ارتفاع کل سمت چپ مگه میشه 22؟ ارتفاع کل روغن اول چقدر بوده؟ 10. حالا ارتفاع کل سمت چپ چقدر شد؟ 22. یعنی پس روغن چقدر رفته بالا؟ 12 سانتی. گزینه 4. روغن اول 10 سانتی متر بود دیگه. حالا سطح آزاد روغن تا پایین شد 22 سانتی متر. یعنی پس روغن چقدر هل داده شده بالا؟ سالینگو میخواد. پس این روغن چقدر هل داده شده بالا؟ 12 سانتی. تمام. 20 روغن که از من خود سال گفته دیگه، از اول نگاه کلا 20 سانتی متر روغن داشتیم تو شکل. حواست کجاست؟ 10 سانتی. محدثه. شکل اول خود سال نگاه کن 20 سانتی متر روغن داری. درست شد؟ از ما اول 20 سانتی متر روغن داشتیم، آخرش هم 20 سانتی متر آب اضافه کردیم. هم ارتفاع روغن 20 سانتی متر کلا بود، هم ارتفاع آبی که اضافه کردیم 20 سانتی متر. فهمیدین چی شد؟ پس من شکل نهایی کشیدم یه همتراز، اون ارتفاع آبی که بالا همتراز بود و به دست آوردم 16 سانتی متر. حالا از اونجایی که ارتفاع کل آبمون 20 سانتی متر بوده، پس 2 سانتی متر دیور 2 سانتی متر دوور. یعنی پس فهمیدیم روغن 12 سانتی متر هل داده شده بالا نسبت به شکل اولیه. متوجه شدین یا دوباره بگم؟ بچه‌ها سوال خوبی بود، این سوال خوبی بود. تا اینجا خوب بود کارگاه بچه ها؟ اوکی بودین؟ شاکر. خب من یکی دو تا سوال ویژه رشته ریاضی هم چون اول کلاس قول دادم حل میکنم. بچه های تجربه کاری ندارم با ما، خسته نباشید، بهشون میدم. اون دوستانی که حالا به هر دلیلی باز یه سری سوالات رو متوجه نشدن، فیلم آفلاین رو ببینن، و اگه باز فیلم آفلاین هم دیدن مشکلی ابهامی بود، توی تلگرام به من پیام بدن، انشاءالله در خدمتشون هستیم. تا جایی که وقت کنیم سعی میکنیم جواب همه دوستان رو بدیم. فیلم آفلاینش رو ببینید، تو کانالم میذارم تو سایت آپارات. اگه باز فیلم آفلاین هم دیدین یه سری جاها رو متوجه نشدین، میان تو تلگرام از من سوال بپرسین. بچه این سوالات سنجش خیلی خوب و استاندارد و کنکوری بودا، برای همین همه تاکید کردم که حتما شرکت کنین تو کارگاه امروز. اون سوالاتی هم که حل نکردیم هم حتما خودتون باز حل کنید. من دیگه تقریبا سخت‌ترین‌هاشو حل کردم، یکم دهم وقت نشد دیگه، دهم باید بیشتر حل می‌کردیم، وقت نشد. ولی سوال دهمش پاسخ خواهم برنگ نگاه کنین متوجه میشید. شاکرتونیم، ایشالا که بهتر کنید. بچه های تجربی میتونن خارج بشن، بچه های ریاضی بمونن. بچه های تجربی ما دیگه بایشون کاری نداریم، خارج شن. بچه های رشته ریاضی بمونن. یکی دو تا سوال از رشته ریاضی حل کنم چون قول دادم. تمام. بچه های تجربی خدا نگهدار. خب بچه های ریاضی یه سوال اینجا از این موج، از این گره ها، این ها از موج ایستاده واسه تون حل کنم. در شکل زیر ریسمانی را کشیده و در نقاط آبی و سی ثابت کردیم، یعنی اینجا گره داریم، الان اینجا گره داریم. من کلیپ کامل امواج ایستاده به تمام اونایی که دانش آموز من بودن فرستادم. تندی انتشار موج داده 20، کمترین بسامد. بچه ها فرمول بسامد چیه؟ تو این موج ایستاده اینه فرمولش، N V روی 2 L. و V که اصلا خودش داده 20، طول تناب هم که 50 سانتی متر که میشه نیم متر. دعوا سر انگه. من اگه اینجا کمترین انگو بذارم طبیعتا کمترین بسامدم به دست میاد، موافقی؟ خب کمترین انگو اینجا چی میتونم بذارم بچه ها؟ انگ چی بود؟ انگ شماره هماهنگ یا تعداد شکما بود که میشد تعداد گره ها به علاوه 1.
آیا من میتونم اینجا همین سه تا گره رو در نظر بگیرم، یعنی تعداد شکم‌ها رو دو بگیرم، یعنی اینو دو بذارم؟ میتونم؟ نه، نمیتونی اینجا تعداد گره رو سه بگیری، چون اینجا شکل متقارن نیست. نمیشه که اینجا 20 باشه اینجا 30 باشه، این نمیشه. میدونی بعد چیکار کنی؟ آره، یه گره دیگه هم باید اینجا حتما اضافه کنی، حتما باید یه گره دیگه اینجا اضافه کنی. نه، دو تا گره باید اضافه کنی، دو تا گره دیگه باید اضافه کنید. آره، که حالا شکل متقارن بشه، یعنی هر کدوم از این فاصله ها بشه چقدر؟ 10. یک گره هم انگار اینجا باید اضافه کنی. آره، اینجوری شکل متقارن میشه، یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا گره، 6 تا گره که تعداد گره ها همیشه میشه تعداد شکم ها به علاوه 1. خب اگه 6 تا گره باشه، پس تعداد شکم ها میشه چی؟ 5. یعنی کمتر اینی که میتونی بذاری 5، کمتر از 5 نمیتونی بذاری، وگرنه شکلت متقارن نمیشه. پس کمتر اینی که میتونی بذاری 5، و کمترین بسامد چند به دست میاد؟ 100. تمام، جا میشه گزینه چون تمام. حله؟ بچه کمتر از این تعداد گره نمیشه، چون شکل متقارن نمیشه، باید 6 تا گره حداقل باید داشته باشی، وگرنه شکلتون اصلا متقارن نمیشه. باید فاصله بین گره ها برابر باشه. نکتهشو فهمیدین؟ فاصله بین گره ها باید مساوی باشه. فهمیدین دیگه فکر کنم منظور چیه. خب این سال، بعد این سال که غلط بود، این سال غلط بود، یعنی که باتریش باید قطباشو برعکس بکشه، اینجوری باید باشه، بعد اینجوری جوابش درست در میاد. بعد از این کلیدم وصل کنی باتری یادت باشه اتصال کوتاه میشه. بعد یه سال دیگه میخواستم یه سال هم بذار ترمودینامیکال کنم، ولش کن، یه سال هم بذار ترمودینامیکال کنم. 189 ترمودینامیک کلا یکم مظلوم بوده امسال دیگه. بچه ریاضی یه سال ترمودینامیک حل کنیم. نمودار پی وی داده. آها، نمودار پی وی تا تو کنکور دیدی یه نکته مهم داره. چی بود نکتهش؟ سطح زیر نمودار پی وی چی رو میداد؟ سطح زیر نمودار پی وی، سطح زیر نمودار پی وی قدر مطلق کار رو میداد. سطح زیر نمودار پی وی قدر مطلق کار رو میداد. و وقتی که حجم زیاد بشه یعنی کار چیه؟ منفیه. حواستون باشه. ما الان یه فرآیند هم فشار داریم، یه فرآیند هم حجم داریم. کیو هم حجمو میخواد. بعد این سوال یه نکته خفن دیگه هم داره بچه ها. پی وی این نقطه چند میشه؟ حاصل ضرب پی وی این نقطه چند میشه؟ 1200. حاصل ضرب پی وی این نقطه چند میشه؟ بازم 1200. نگاه، طبق رابطه پی وی مساوی با ان آر تی، ان آر کی چی؟ پی وی میتونی بگی با دما رابطه مستقیم داره دیگه. پس وقتی پی وی آ با پی وی سی برابره، پس قطعا دمای آ هم با دمای سی چیه؟ برابر. و وقتی دمای آ با دمای سی برابره، یعنی انرژی درونی آ هم با انرژی درونی سی هم برابره، چون انرژی درونی فقط به دما بستگی داره. یعنی پس چی میخوام بهت بگم؟ میخوام بهت بگم دلتا یو از آ تا سی چنده؟ 0. خیلی نکته خفنی داره. دلتا یو از آ تا سی 0. حالا دلتا یو میشه دبلیو به علاوه کیو. پس یعنی میتونم بگم W AB به علاوه W BC به علاوه Q AB به علاوه Q BC کلش بعد بشه چی؟ 0 جمعشون. این از اینجا دارم میگم. خب W AB رو هم میتونی از سطح زیر نمودار حساب کنی، هم میتونی اصلا فرمول کار فرآیند همفشار رو میدونی چی دیگه؟ منفی P دلتا V پی 600. البته ضرب داره در به تماس هم داره، دلتا V هم که 2 لیتر، 2 ضرب در تا منگایست. دبلیو بی سی کار فرآیند بی سی 0ه، کیو آبه رو خودش داده بود 3000 و از اینجا کیو بی سی به دست میاد.
و از اینجا گرمای کیو بی سی از اینجا به دست میاد. میشه منفی 1800. بچه منفی شد یعنی گرما گاز از دست داده، یعنی گازمون گرما از دست داده، پس میشه گزینه 3. تمام، سوال خوب ترمودینامیکش هم حل کردم. حتی این نکته اینجاش خیلی خفن بود، این نکته اینجاش واقعا نکته اینجاش خیلی خفن بود. بسته دیگه بچه، کافیه، خسته شدم. خسته نباشید، 2 ساعت کامل فیکس کلاسمون طول کشید. خسته نباشید، باز اگه سوال داشتین تو تلگرام بچه ها بپرسید. ان شاءالله که استفاده کرده باشین. دوستتون دارم، خدا نگهدار.